سلام، تو قسمت دوم دوره آموزش فتوشاپمون هستیم. تو ویدیوی امروز قراره که جزئیات بیشتری رو در مورد لیوت و تغییر جای پنجره‌ها بهتون بگم که تو قسمت اول یه توضیحات مختصری در موردش دادم. بعدش قراره یه تصویر رو وارد فتوشاپ بکنیم و یه سری کارهای کوچیکی روش انجام بدیم و در نهایت این پروژه خیلی ساده خودمون رو سیوش بکنیم. آپشن‌های مختلف سیو رو توی فتوشاپ بهتون توضیح بدم. اگر براتون جذابه، ادامه ویدیو رو از دست. فتوشاپ رو باز میکنیم، من از نسخه 2022 دارم استفاده میکنم. یه دونه فایل خالی هم ایجاد میکنم بر اساس همون آموزشی که تو قسمت قبلی بهتون داده بودم، یعنی دقیقا تو چنین صفحه‌ای که رسیدیم. بذارین اسم این سند خودم رو هم بذارم پیکسولار، ابعاد تصویر رو هم میذارم روی 1920، ارتفاعش رو هم میذارم روی 1080 که همون ابعاد فول اچ دیه. یه تصویر افقی باید بهم بده، رزولوشن هم که توی ویدیو قبلی توضیحش رو بهتون دادم، بقیه موارد رو هم که میبینید. الان روی کرییت میذارم، کاغذ سفید رنگ ما ایجاد میشه. همونطور که میبینید این پایین 1920 در 1080 نوشته شده، در کنارش هم ما میبینیم که نوشته 72 PPI. این PPI بهتون گفتم دیگه، پیکسل پر اینچه و معنای رزولوشن میده. اگر به هر دلیلی شما چنین اعدادی رو پایین سمت چپ نمیبینید، باید بیاین روی این فلش کلیک بکنید. میبینید که شما این امکان رو دارین که بقیه ویژگی های این تصویر رو این پایین ظاهر بکنید. مثلا من میتونم بیام رو همین داکیومنت سایز کلیک بکنم، این بار دیگه به من نشون میده 5.93 مگ حجم داکیومنتمو داره نشون میده، ولی معمولا به صورت دیفالت روی داکیومنت دایمنشن قرار گرفته که ابعاد تصویر رو نشون میده. این یه مسئله. مسئله دوم تغییر دادن این ابعاده. اگر به هر دلیلی ما وسط کار تصمیم گرفتیم که مثلا عکسمون رو کوچیک‌تر یا بزرگتر بکنیم، اون موقع باید چی کار بکنیم؟ اونجاست که میتونیم بریم سراغ منوی ایمیج و بعد گزینه ایمیج سایز یا کانواس سایز رو بزنیم. فرق این دوتا چیه؟ الان بهتون میگم. منتها برای اینکه بتونم این تفاوت رو بهتر بهتون نشون بدم، لازم دارم که یه عکس رو وارد فتوشاپ بکنم. فقط یه توضیح رو بهتون بدم که من دوست دارم توی این دوره از تصاویر عکاسان ایرانی استفاده بکنم، تصاویر خوبشون ها، نه اینا که میرن یه درادافو برمی‌دارن یه لباس لختی هم تنش میکنن به بهونه عکاسی. والا پروفایلش رو نگاه میکنی یه دونه تصویر بجز پورتری یه داف نداره، چیه این آخه؟ خلاصه قراره که از تصاویر خوب عکاسان ایرانی استفاده بکنیم، به هم دیگه کمک کنیم. خلاصه به هر شکلی هیچ کدومشون هم خاصیت اسپانسری نداره، من حتی یه دونه عکاس هم تو زندگیم نمیشناسم، صرفا کمک کردن به کار خوبه، به هنر قشنگه. من برای اینکه بتونم یه تصویر رو به فتوشاپ خودم اضافه بکنم، باید بیام از منوی فایل روی گزینه اوپن کلیک بکنم و بعد برم به همون آدرسی که اون عکس قرار گرفته. من الان این عکس رو انتخاب کردم، تک ابر که به نظر میاد داره میباره و به نظر من خیلی تصویر جالبیه. ببینیم این عکس اصلا کجا باز شده. همونطور که میبینید این بالا اومده اسم اون فایل رو نوشته، من اسمشو گذاشته بودم کلود، الان هم نوشته cloud.jpg. jpg که خب فرمتشه، اصلا کاری ما بهش نداریم، اما اسمش کلوده. یه دونه پروژه دیگه هم من این سمت دارم، همون صفحه خالیه که ایجاد کرده بودم و اسمشو گذاشته بودم پیکسولار. این دوتا پروژه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، صرفا توی یه دونه فتوشاپ باز شدن ها، ولی شما هر کاری که اینجا بخوای انجام بدی کاملا مستقل از این سمت عمل کردی. میتونین این دوتا رو با هم دیگه ببینین، یعنی مثلا من میتونم بیام از منوی ویندو گزینه ارنج و بعد زدن یکی از این گزینه های ویو مثلا تو آب ورتیکال رو فشار بدم. الان من دارم این دوتا رو در کنار هم دیگه میبینم، ولی هیچ ربطی همچنان اینا به هم دیگه ندارن. حتی ابزارهایی که این سمت وجود داره هم ربطی به این تصویر نداره. من الان اگر بیام مثلا قلمو رو وردارم و بخوام اینجا یه چیزی رو رسم بکنم، کاملا مستقل از این طرف عمل کرد. الان میبینید که اصلا من اگر بیام روی این عکس، شکل دایره براش رو نمیبینم و فلش ویندوز رو میبینم. اگر بخوام از این قلمو این سمت استفاده کنم، باید اول یک کلیک بکنم این سمت فعال بشه، تازه این دایره قلمو رو بیام و ببینم. اگر که براتون سوال شده که چرا اینجا دایره من بزرگتره و اگر که بیام این سمت دایره کوچیک‌تر میشه، به خاطر اختلاف اندازه عکس هاست. ما الان دیگه میدونیم که اندازه عکس ها رو از کجا بخونیم. این پایین نوشته 4000 پیکسل در 6000 پیکسل با رزولوشن 72. این سمت تقریبا 2000 در 1000.
به خاطر همینه که اندازه قلموی من این سمت با این سمت متفاوت میشه. حالا از کجا بدونم که کدوم از اینا فعاله؟ اگر که به اسمش نگاه بکنم متوجه میشم الان پیکسولا روشن تر از کلوده، پس نتیجه میگیرم که این پروژه است که فعاله و تمام امکانات فتوشاپ مربوط به این پروژه میشه. حالا اصلا ممکنه سوال پیش بیاد که این روش دیدن به چه دردی میخوره؟ اگر تمام ابزارها و تمام پنجره ها و هر چیزی توی فتوشاپ فقط وابسته به یه دونه پروژه است، پس چرا من اصلا باید دوتا پروژه رو کنار هم دیگه بذارم الکی جای خودمو تنگ کنم؟ این واسه زمانیه که ما بخوایم دوتا چیزو با هم دیگه مقایسه بکنیم. مثلا من میخوام یه لوگو بسازم از روی لوگو پپسی، مثلا باید لوگو پپسی رو بذارم کنار دست خودم، همیشه جلو چشمم باشه دیگه. اگر که بخوام دوباره همه چیز رو به حالت اول برگردونم، میتونم مثل همه نرم افزارهای گرافیکی و غیر گرافیکی کنترل زد بزنم، تمام این چیزهایی که روی تصویر کشیدم آروم آروم محو میشه. ولی حواستون باشه الان من تونستم این پروژه فعال رو به حالت اول برگردونم، اما این یکی همچنان بر نمیگرده مگر اینکه فعالش بکنم اینجا هم کنترل زد بزنم. متوجه شدین دیگه؟ کاملا مجزا عمل میکنه همه چیشون. حالا اگر که بخوام حتی این دوتا رو کنار هم دیگه بذارم باید چی کار بکنم؟ دقیقاً از همون مسیری که رفتیم، ویندو ارنج، این بار بیام کانسالیدیت آل تو تب رو بزنم، همه اینها رو تبدیل میکنه به تب، تب هایی که فقط و فقط جاشون این بالاست. من الان میتونم پیکسولا رو بگیرم و اینجا رها بکنم جای اینا عوض بشه، ولی مثلا نمیتونم یه پنجره دیگه مثل کالر رو اینجوری بگیرم و این بالا رها کنم. میبینید اصلا جاش نمیفته. اگر قرار باشه که من بتونم پنجره ای رو توی نقطه جدیدی لوکیت کنم، باید اونجا آبی شه. مثلا من میام اینجا، میبینید الان یه نوار آبی شکل گرفت. اگر دستم رو از رو کلید موس وردارم، کاملا کالر میچسبه به همین نوار ابزاری که این سمت چپ بود، یا میتونم اینجوری بگیرم وسط صفحه رها بکنم اصلا کلا شناور باشه توی تصویر، یا هر جای دیگه مثلا میتونم بیارمش این گوشه بذارم. اما اگر این کالر رو بخوام بیارم این بالا اصلا نمیشه. چرا؟ چون این بالا فقط و فقط مخصوص پروژه هاست. برگردیم سر همون کاری که اصلا عکس رو بابتش وارد فتوشاپ کردیم. من میخواستم بهتون نشون بدم که اگر قرار باشه 4000 پیکسل در 6000 پیکسل رو تغییر بدیم باید چی کار بکنیم. باید بیایم از منوی ایمیج یا گزینه ایمیج سایز رو بزنیم یا کانواس سایز رو فشار بدیم. من الان اول از همه میرم سراغ ایمیج سایز. همونطور که میبینید الان اینجا گزینه های مختلفی داره که من فقط میخوام با همین دوتاش کار بکنم، چون عمدتا بقیه شما میتونین تشخیص بدیم که چیه، به جز ریسمپلینگ که حالا بعدا تو قسمت های بعدی بهتون توضیح میدم. اما خیلی ساده من الان میخوام بیام این 4000 پیکسل رو مثلا بکنم 2000 پیکسل، ولی یه اتفاقی میفته. ببینید بذارین من اول سمی تایپ کنم 2000، میبینه که خود به خود ارتفاع هم شد 3000. این به خاطر اینه که این الان عرض و ارتفاع به هم دیگه لینکن. میبینید این علامت لینکه. من اگر میخواستم این اتفاق نیفته باید این لینک رو میومدم روش کلیک میکردم، این لینک برداشته میشد، دیگه میتونستم همه چیز رو کاملا مستقل تغییر بدم. الان مثلا این رو میکنم 6000، ولی میبینید دیگه الان دوباره عرض من زیاد نشد و این نشون میده که کاملا این دوتا از هم دیگه مستقل شدن. الان من 4000 عرض رو فقط کردم 2000 دیگه، عملا نسبت به این چیزی که اینجا هست همین تفاوت فقط ایجاد شده و میام حالا کلید اوکی رو میزنم. اتفاقی که واسه من میفته اینه که فتوشاپ عرض عکس رو کم میکنه، یه جورایی عکس له میشه، ولی ارتفاع همچنان 6000 میمونه و میبینیم که 2000 در 6000 و همه چیز هم اوکیه. دوباره کنترل زد میزنم، این بار میرم سراغ ایمیج، این بار دیگه کانواس سایز رو فشار میدم. کانواس سایز یه خورده آپشن هاش فرق میکنه، ولی ما همون کاری که میخوایم انجام بدیم رو اینجا پیاده میکنیم. یعنی من 4000 رو میکنم 2000، دقیقاً همون ابعاد قبلی، و دیگه لینکی هم وجود نداره دیگه. میبینید که خود به خود ارتفاع تغییر نمیکنه و الان کلید اوکی رو میزنم. فتوشاپ یه پیغامی به من میده، یه هشداری میده، میگه این کانواس سایز جدیدی که ساختی کوچیک‌تر از قبلی هست، میخوای ادامه بدی؟ من میگم اوکی ادامه بده. میبینی چه اتفاقی افتاد؟ این بار کراپ کرد، این بار یه قسمت‌هایی از تصویر رو از بین برد تا تصویر له نشه. این تفاوت کانواس سایز و ایمیج سایز. ما اگر بخوایم که اون ابعاد تصویری که پایین نوشته رو تغییر بدیم، دو روش داریم. یا باید تصویرمون رو له بکنیم و کشیده بکنیم، یا اینکه باید بیایم یه قسمت‌هایش رو کراپ بکنیم. در غیر این دو صورت که ابعاد عوض نمیشه، مگر اینکه بیایم دقیقاً به یک نسبت این تغییر رو ایجاد بکنیم. چجوری؟ دوباره برمیگردیم روی تصویر، یه کنترل زد
میزنم دوباره میام دو قسمت ایمیج، این بار دوباره ایمیج سایز رو فشار میدم، میذارم که این لینک برقرار بمونه. الان اگر که بیام عرض رو مثلا بکنم 2000، چون ارتفاع هم دقیقاً به همون نسبت کم میشه، یعنی مثلا 4000 شده 2000 یعنی نصف شده دیگه، پس ارتفاع هم نصف میشه، اگر الان کلید اوکی رو بزنم تصویر من کوچیک میشه ولی خراب نمیشه، یعنی چون ابعاد کوچیک شده خب کیفیت هم میاد پایین ولی تصویرمون همچنان همون تصویره، همون جوری رخ داره. الان میخوام یه قسمت دیگه ای از فتوشاپ رو بهتون نشون بدم و اون هم بخش سیو کردنه. اگر که ما بخوایم تشخیص بدیم که یک فایلی که توی فتوشاپ باز داریمش همین الان سیو شده یا نه، یعنی آخرین تغییراتی که ما بهش دادیم رو قبول کرده یا نه، باید بیایم به اسمش نگاه بکنیم. اگر آخر اسمش یه ستاره وجود داشته باشه، این یعنی اون عکس سیو نشده. اگر این ستاره نباشه یعنی سیو شده. من الان یه مقدار تغییراتی تو این عکس دادم، به خاطر همینم انتظار دارم که اینجا یه ستاره ببینم، سیوش که نکردم. حالا میخوام سیوش بکنم که شما ببینید قراره چه اتفاقی بیفته. ما برای سیو کردن دوباره باید بیایم سراغ منوی فایل، سیو یا سیو از رو بزنیم. این دوتا چه فرقی دارن؟ بهتون الان میگم. من الان روی گزینه سیو کلیک میکنم، یه پنجره برای من باز میشه که یه سری از امکانات سیوینگ رو به من نشون میده. مثلا مهمترینش کوالیتیه. ما دوست داریم با چه اندازه‌ای، با چه کیفیتی این عکس خودمون رو سیو کنیم. ماکسیمومش کوالیتیش 12 نوشته دیگه، ماکسیموم. من میتونم این اسلایدر رو آروم آروم بیارم پایین، مثلا الان شد کوالیتی 11، یه لول دیگه میشه 10، یه لول دیگه میشه 8. البته از اون 9 پرید. آره دیگه اینجوری میشه 9. که خب اگر 9 باشه یا مثلا اگر هر عدد دیگه ای باشه، اندازه نهایی عکس رو اینجا به من نشون میده. مثلا عکس من قراره بشه 5.6 مگابایت. اگر که من کیفیت رو بالاتر ببرم، باید انتظار داشته باشم که اندازه عکسم بیشتر بشه، عوضش خب عکس با کیفیت تری هم خواهم داشت. حواستون باشه این چیزی که دارم میگم صرفا کوالیتیشه ها، کیفیت نهایی عکسمون، وگرنه قرار نیستش که من اگر کیفیت رو پایین میارم حجم کم میشه، ابعاد تصویر من عوض بشه. این الان در هر صورت با همین ابعاد سیو میشه، هر چقدر که من کیفیت رو جابجا کنم. مثلا من میذارم رو همین ماکسیموم خودش بمونه. در مورد فرمت آپشن نمیخوام فعلا صحبتی بکنم، ولی روی همون دیفالتش بذاریم بمونه، خیلی چیز تاثیرگذاری در سطوح مقدماتی نیست. و الان بیام این بالا کلید اوکی رو بزنم. الان چه اتفاقی افتاد؟ اصلا چرا لوکیشن از من نپرسید؟ چرا به من نگفتش که اینو کجا سیو کنم؟ به خاطر اینکه من یه عکسی رو توی فتوشاپ باز کرده بودم و چیزی رو بهش اضافه نکردم. نه لایه‌ای بهش اضافه شد، نه عکسی بهش اضافه شد، هیچی بهش اضافه نشد. بیا این اصلا بهتون نشون بدم. من اگه بخوام یه چیزی رو به این تصویر اضافه بکنم، میتونم بیام اینجا یک لایه جدید ایجاد بکنم. این علامت مخصوص ایجاد کردن یک لایه جدیده. توی این لایه جدیدم میبینید الان این یکی فعال نیستا، لایه بالایی فعاله که من همین الان ساختمش، اونی که روشنه یعنی فعاله. توی این لایه جدید میام با یه چیزی اینجا رسم میکنم. این خطی که الان اینجا کشیدم دیگه کاری با فتوشاپ میکنه که نتونه روی عکس قبلی سیوش کنه. چرا؟ چون الان من دو تا لایه دارم. وقتی که دو تا لایه داریم یعنی عکس ما عوض شده. عکس ما همون قبلی نیست که فتوشاپ بفهمه که دقیقاً باید روی همون عکس قبلی سیوش بکنه. الان دیگه عکس عوض شده. الان من حتی اگر بیام توی فایل و سیو رو بزنم، خود فتوشاپ از من میپرسه که خب حالا اینو کجا سیوش بکنم؟ که مثلا من میتونم بیام همین جایی که الان هستم و گزینه سیو رو بزنم. ولی الان من توی این پوشه میدونم که یه عکس دارم، چون من همین عکس کلود رو از توی همین پوشه برداشتم. پس چرا اینجا نمیبینمش؟ به خاطر اینکه اینجا فرمتش روی PSD قرار گرفته. ما دو تا لایه داریم دیگه. دو تا لایه یعنی عکس نیست، یعنی یک فایل فتوشاپیه، یعنی یک پروژه است. پروژه‌ای که توش دو تا لایه وجود داره. به خاطر همینم هستش که فتوشاپ دیفالت منو میبره روی فرمت PSD. PSD همون مخفف فتوشاپ داکیومنت، PSD. من اگر بخوام این رو در قالب یک پروژه فتوشاپ سیو بکنم که زمانی که دوباره میام بازش بکنم، این دو تا لایه‌ای که ایجاد کرده بودم برام در دسترس باشه و بتونم کار بکنم باهاش، همینجوری PSD سیوش میکنم. اگر که من بخوام این رو در قالب یک عکس سیوش بکنم، یه دونه عکس ساده JPG بشه، اون موقع باید بیام روی این نوار کلیک بکنم و گزینه JPG رو بزنم.
اما اینجا که جی پی جی نداره. برای همین جوری نیستا، ممکنه نسخه فتوشاپی که دارین شما استفاده میکنید همین اسلایدر رو که باز میکنید قشنگ جی پی جی و پی ان جی و کلی فرمت دیگه در دسترستون قرار گرفته باشه. بعضی وقتا این مشکل به وجود میاد که دو سه تا راه حل داره، ولی توی این ویدیو من نمیخوام در موردش صحبت بکنم، میخوام یه ویدیو جداگونه براش بسازم به خاطر اینکه خیلی‌ها این مشکل رو سرچ میکنن و مشکل رایجیه. خلاصه اگر یه ویدیو جداگونه برای ضبط بکنم راحت‌تر پیداش میکنن بچه‌ها، ولی فعلا برای اینکه مشکل ما حل بشه میتونیم بیایم اینجا سیو کپی رو بزنیم. تو چنین شرایطی اگر که من بیام روی این اسلایدر فرمت کلیک بکنم، میبینیم که تمام فرمت‌ها برای ما فعاله و من میام روی جی پی جی یک کلیک میکنم و این بار دیگه میتونیم فرمت جی پی جی که از قبل توی این پوشه قرار داشته و من اینو اینجوری اوپنش کرده بودم توی فتوشاپ رو ببینیم. طبیعتا من الان اگر که با همین اسم کلود سیو رو بزنم به من میگه که یه دونه فایل کلود.jpg قبلا وجود داشته، پس یا باید روش ریپلیس کنم که یکو میزنم جایگزین میشه، یا اینکه بیام مثلا اسم این رو بزنم کلود 2 و سیو رو فشار بدم، دوباره این پروسه تعیین کردن کوالیتی رو باید انجام بدم و اگر اوکی بود کلید اوکی رو فشار میدم. اینجوری ما میتونیم یک فایل رو در قالب یک عکس سیو بکنیم. اما اگر که نمیخواستیم جی پی جی باشه، میخواستیم خود فایل فتوشاپ باشه، خود فایل پی اس دی باشه، باید این کار رو میکردیم. باید میرفتیم از منوی فایل گزینه سیو یا سیو از رو میزدیم. این که میگم یا بهتون میگم چرا. سیو یا سیو از رو میزنیم، فعلا برای ما تفاوتی ندارن و در قالب همون فایل پی اس تی دیگه فرمتش رو عوض نمی کنیم. در همون قالب این رو سیو میکنیم. الان یه پیغامی واسه من میاد که در هر صورت شما باید اوکی رو فشار بدین. اگر که من تمایل داشته باشم این فایل رو ببندم، میبینید دیگه ستاره‌ش هم برداشته شده به خاطر اینکه من این رو سیو کردم، اما ستاره این یکی همچنان هست. اگر که من الان اینو ببندم، دوباره بیام از قسمت فایل گزینه ای اوپن رو بزنم، این بار یه دونه کلود دارم، همون چیزی که اون اول باز کرده بودم، یه فایل پی اس دی دارم، یه دونم عکس دارم که وسطش خط کشیده شده. اگر من روی این دو بار کلیک بکنم، میبینید که عکس ما اومده در قالب یک لایه، چون این رو تبدیل به یک عکس کرده. اگر که بخوام فایل پی اس دی رو باز بکنم، این باز میشه، اما این بار در قالب دو لایه باز میشه و در اصل همه تغییرات و همه تنظیمات همچنان در دسترس ما هست اگر که PSD سیو بکنید. حالا فرق سیو و سیو از چیه؟ فرق خاصی ندارن. شما زمانی که بخواید برای بار اول یه چیزی رو، یه فایلی رو سیو بکنید، از سیو از باید استفاده کنید. اگر که بخواید یه فایلی که قبلا سیو شده رو دوباره روش سیو کنید، باید سیو رو بزنید. خب پس من که الان در هر صورت سیو زدم. خب این به خاطر هوشمندی خود فتوشاپه. خودش میاد تشخیص میده که میگه خب الان بار اولت هست یا نیست. اگه بار اولی بود که داریم یه پروژه‌ای رو ذخیره میکنید، اگر روی سیو بزنید، خود فتوشاپ گزینه سیو از رو برای شما باز میکنه. به خاطر همینه که فرقی نمیکنه. مگر اینکه شما مثلا یه فایلی دارین روی درایو سی تون، توی فتوشاپ بازش کردید، الان یه سری کارها روش انجام داده، نیاز دارین که دوباره سیوش بکنید، نمیخواین که رو همون فایل قبلیتون سیو بشه، میخواین روی فایل جدیدی مثلا تو درایو دیتون ساخته بشه، حالا هر جای اونجا ساخته بشه و اونجا سیو بشه. در اون صورت دیگه میتونید برین سیو از رو بزنید. سیو از زدن یعنی یه سیوی رو ایجاد بکنیم خارج از سیو های قبلی. چیز خیلی سختی نیست واقعا، خودتون تست بکنید، سیو بزنید، سیو از رو بزنید، لوکیشن های مختلف رو انجام بدین، متوجه میشین که قراره چه اتفاقی بیفته. این بود قسمت دوم دوره آموزش فتوشاپمون. اگر باحال کردین، براتون مفید بود، یه لایک به ویدیو بدین و اگر همچنان دوست دارین تو فضای آموزش فتوشاپ باقی بمونید، میتونید روی ویدیوهایی که روی صفحه بهتون پیشنهاد میکنم کلیک کنید، ادامه آموزش های من رو ببینید. ازتون ممنونم. خدا نگهدار.